من اکو دارم رازبیک جان، عرض ادب و احترامی دوباره تقدیم تو هموطن بسیار نازنینم. هدف ما این نیست، بارها خدمتون گفتم رویارویی ما به شما، شما رویارویی ملت ایران با شماها در فردای آزاد ایران پای صندوقهای رأی و بعد هم همزمان با دادگاهی شدن آخوندها و سران این رژیم، شما خیلی باید جواب پس بدید. از یک جنایتکار به نام یاسر عرفات تقدیر کردن و زیر علم و کتل صدام حسین رفتن و 120,000 خانواده رو بدون فرزند کردن و اسلحه جلوی سربازانی که از تمامیت ارضی کشورشون دارن حمایت میکنند، لعنت بر خمینی و آل خمینی و تمام این پتیارهایی که کشور من رو گرفتن، همه کارتون رو ول کردید، حالا رفتید به حسین فاطمی و مصدق دوزاری و به اندازه کافی اینجا ما داریم تو تلویزیون پارس از این سیاه‌بازی ها در مورد مصدق و توده‌ای و اکثریتی و جبهه ملی و اینا رو ریختن. حالا شما هم اونجا همه کاراتون با خمینی و دار و دسته خامنه‌ای تموم شد، شاه خائن و حسین فاطمی. این بساط رو جمعش کنید. یکی از این آشکار کثافت های فرمانده کل سپاه در صحبتهاش میگه که در برابر تهدیدات برمیگردیم به برنامه روتین سعید سکویی، یعنی مبارزه رو در رو با رژیم کثیف و خونخوار آخوندی. از امروز هم هر کس این تلویزیون اینا رو میبینه، هر زمان نسبت به پادشاه ایران، به خاندان پهلوی، به سلسله پهلوی، آریامهر بزرگ توهین کردن، کلیپش رو تعیین کنید، تهیه کنید، برای من بفرستید، من همون روزش جواب دندان شکنی به اینها خواهم داد. من 12 ساعت از شماها فیلم و ویدیو و تشکیلات در مورد جنایات و خیانتهاتون دارم، اما الان زمانش نیست. الان من دشمن بزرگتر خاک کشورم رو گرفته. شما خیال میکنین من میذارم، ما میذاریم شماها دوباره حسن و حسین و تقی و رضا و محمد باقر و جعفر صادق و لچک و روزه و مسجد بازی و اینا رو را بندازید تو ایران؟ 70 میلیون مردم ایران متنفرن از این بازی ها. داریم خودمونو میکشیم، دکانداران دین رو بریزیم بیرون، شماها میخواییم بیاین؟ این پرونده رو واسه امروز میبندیم، هر جورم بخواین هستیم. ها سعید سکویی به اون بیرگ و ریشه هایی که رو پیشونیشون طرفداری پادشاهی زدن اما در این جور مواقع همه خفه خون گرفتن و به همون مراسم، یکی دو مراسمشون در سال و یه دونه لیست 12 نفره رو درست کردن و خیلی تفاوت داره. فرمانده کل سپاه تأکید کرد سپاه در برابر تهدیدات احتمالی داخلی، چه احتمالی؟ بیشرف، مردم منتظر یک موقعیتند تا خرخره شماها رو بجوند. در برابر تهدیدات احتمالی علیه انقلاب و مشکلات مختلف جامعه مسئولیت داشته و تکلیف ارزشی و انقلابی خود رو در این راستا به نفع احسن انجام میدن. چاره دیگه ای ندارید جز ضرب و شتم. میدونید یک ثانیه غفلت کنید تناب دار رو گردنتونه اگر زیر دست و پای مردم له نشید.
محمد علی جعفری، محمد علی جعفری تو تو لیست اعدامی ها هستی حروم زاده. محمد علی جعفری خاطر نشان کرد حفظ روحیه مردمی و مردمداری، امر به معروف و نهی از منکر و کمک به توسعه روحیه نشاط در بین یکدیگر، روحیه نشاط در بین جنایتکارا در سرکوب مردم ایران از خصوصیات جانبرکفان سپاه و بسیج است. به همچنین رسالت سپاه رو دفاع از آرمانها و دستاوردهای انقلاب اسلامی، منظورش دفاع از جانیان، دفاع از آدمخوران، دفاع از خونخاران، دفاع از یک مش پتیاره بی پدر و مادر زنازاده ایش که با چاقو رو گردن مردم ما دارن این رژیم رو نگه میدارن و احیای ارزش ها اهداف سپاه و بسیج رو برشمرد. این رسالت خطیر میبایست در همه ابعاد صورت بگیرد و برای انجام آن هیچ گونه محدودیتی وجود نداره. برای آدم کشتن، برای معتاد کردن، برای فساد کامل، برای فحشا رو به اوج خودش رسوندن، برای فروش منابع ملی ما، منابع طبیعی ما و برای نابودی ایران هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. بر همین اساس سپاه در برابر تهدیدات داخلی، تهدیدات داخلی منظورتون چیه؟ علیه انقلاب و مشکلات مختلف جامعه مسئولیت داشته و تکلیف ارزشی و انقلابی خود را به نحو احسن انجام میدهد. بی بی سی میگه در اقدامی کم سابقه نیروهای انتظامی با حضور 30,000 مأمور یک رزمایش شهری 6 روزه را در سطح شهر تهران با عنوان رزمایش امنیت و آرامش در شهر تهران برگزار میکند. ای آقایونی که در خارج از کشور جلوی این تلویزیون ها نشستید میگید ما براندازی نمیخوایم، ما انقلاب نمیخوایم، ما همین 150 تا بچه های اطلاعاتی رژیم را از این شهر به اون شهر ببریم، نمایانگر اینی که ما هستیم، پول بدین ما هستیم. خب خبر مرگتون نباشید، گوش بکن به من، ما هستیم. وقتی 30,000 نفر میریزن تو خیابونای تهران یعنی مردم آماده جنبشن، آماده براندازین، آماده حرکتن. یکی از این گوساله ها به نام عزیزالله رجبزاده فرمانده انتظامی تهران، رجبزاده آماده خشم ملت ایران باش، آماده دادگاه های ملی مردمی انقلابی مردم ایران باش اگر زنده بمونی. عزیزالله رجبزاده فرمانده انتظامی تهران در یک نشست خبری